سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. چیزی در حدود 308 روز از درگیری های غزه میگذره و ما همچنان چشم های من با آسمان فلسطین اشغالی است تا ببینیم که چه چیزی در حال رخ دادنه. من لازم هست خدمت شما دوستان عزیز این نکته مهم رو عرض بکنم. امروز عمده فیلم هایی که شهرک نشین ها در تلویزیون های خودشون میبینن، فیلم های آموزش فرار به سمت پناهگاه ها، فیلم های چگونگی جمع کردن آذوقه و چه مقدار جمع کردن آذوقه و چیزهای از این دست میباشد. بدیهی هست که منظور من این نیست که همه تولیدات رسانه‌ایشون به این اختصاص داره، ولی بخش قابل ملاحظه ای از آن چیزهایی که از پیش چشم شهرک نشین ها در تلویزیون هاشون میگذره و یونیفرم پوش ها دارن بهشون آموزش میدن در قاب تلویزیون همینه. و اینم خدمت شما دوستان عزیز باید عرض بکنم، امروز یکی از فیلم هایی که خیلی سوژه شده بود مربوط به یکی از مقامات شهری بود در مناطق شمال فلسطین اشغالی که داشت برای شهرک نشین ها با اطمینان حرف می زد در حالی که صدای آژیرها به صدا در اومد، وادار شد فرار بکنه. تا کی قرار وضعیت این شکلی باشه؟ چه زمانی ایران حمله خواهد کرد؟ چه چیزی در ذهن ایران است؟ کسی نمی دونه. باید صبر بکنیم ببینیم که مرور زمان چگونه برای ما از این مسئله مهم رمزگشایی خواهد کرد. من قبل از اینکه اتفاقات 24 ساعت اخیر رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه بدم، لازم هست پیام سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس ایران رو خطاب به آقای یحیی سنوار فرمانده جدید حماس خدمت شما دوستان عزیز بخوانم. ایشان در بخشی از پیام خودشان بر این مسئله تاکید کردند که عروج شهید اسلام سردار اسماعیل هنیه را تسلیت عرض می کنم. شهید هنیه واقعا از رهبران دلاور مقاومت اسلامی و شخصیت های ارزشمند و متین بود که در جهان اسلام وحدت ایجاد کرد. همانطور که رهبر انقلاب فرمودن، وظیفه خود می دانیم که انتقام خون ایشان را برای این حادثه تلخ در جمهوری اسلامی بگیریم. تردیدی نیست که خون این شهید بزرگوار بر مجازات سخت رژیم صهیونیستی به دست جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت. جهاد قهرمانانه برادران شما در مقاومت اسلامی تأثیر مجازات را پیش از گذشته خواهد کرد و به محو شدن هرچه سریع‌تر این پدیده نحس منجر خواهد شد. انتخاب جناب عالی را به عنوان شخصیتی با سابقه و پر افتخار در بُعد رهبری و جهادی به همه قهرمانان حماس غزه و ملت فلسطین تبریک میگویم. حماس با انتخاب یک رهبر با منطق دیگر ثابت کرد که پرچم پر افتخار حماس را به دست کسی میدهد که بیشترین نفوذ را در میدان دارد و مجاهد فی سبیل الله هست. این پیام سردار قاآنی هست، فرمانده سپاه قدس ایران، که خداوند ایشان را از مکر دشمنان خارجی و حسودان کین توز و افراطی داخلی حفظ بفرماید. بریم ادامه اتفاقات رو با هم بررسی کنیم ببینیم که چه چیزهایی در حال رخ دادن هست. روزنامه هارتس با انتشار مقاله‌ای به خطرات عمده‌ای که تل‌آویو در صورت ورود به جنگ گسترده با لبنان در معرض آن قرار دارد اشاره کرده. در بخشی از این گزارش آمده موجودیت اسرائیل بر اساس برآوردهای اطلاعاتی درباره آمادگی مقاومت لبنان برای حمله تلافی جویانه و حملات محور مقاومت در معرض خطر. آقا دقت بکنید، توجه بکنید، یک هفته است اینها ترور کردن شهید هنیه رو. من خدمت شما عرض کردم، گفتم مقاومت لبنان با زبون بی زبونی عملیات که علیه اینا انجام نمیده، داره میگه داداش حمله زمینی کن، بیا درگیر شو. 300 روزه مگه شاخبازی در نمیاری؟ مگه نمیگی من آقا دیگه دارم میرم به سمتی که حمله کنم به لبنان؟ آقا داداش حمله کن دیگه، ما منتظر حمله ایم دیگه، چرا حمله زمینی نمیکنی؟ عرض کردم خدمت شما، گفتم این حمله بکنه برای مقاومت یه عملیات فتح خرمشهر به لحاظ وسعت، به لحاظ وقتی که میخواد از ما بگیره، به لحاظ کارهایی که در میدان میتونیم بکنیم، حمله به فلسطین اشغالی به طور زمینی برای ما یه فتح خرمشهر. چند ملیتی ها در این حمله خواهند بود، کسانی در خط مقدم قرار خواهند گرفت که دنیا به خواب شبش نمیبینه که اینها در بیعت ایران هستند. دقیقاً اینها رو هارتس و خیلی های دیگر در فلسطین اشغالی فهمیدن، ارتش رژیم هم فهمیده، ارتشی که 1200 تانک برده تو غزه جا گذاشته همینو فهمیده،
که جرأت نمیکنه وارد درگیری زمینی بشه. الانم داره به آنهایی که تصمیم ساز هستن در رژیم میگه وارد جنگ زمینی نشو، چون موجودیت ما به خطر میفته. خیلی حرفه، نمیگه ما ضربه میبینیم، نمیگه آسیب میبینیم، میگه موجودیت ما به خطر میفته. باید صبر بکنیم ببینیم که نتانیاهو که تا اینجا همه کاری کرده که آمریکا رو درگیر این جنگ بکنه، آیا اینها رو وارد جنگ زمینی با غزه با مقاومت لبنان خواهد کرد یا نه. که اگر چنین چیزی رخ بده، ببین بازم عرض میکنم خدمت شما، دیگه مقاومت لبنان نمیدونه چی کار بکنه، به اینا بگه حمله کن. 2500 تا حمله تا الان به اینا کرده، یکی از یکی سهمگین‌تر. جیگر حمله زمینی ندارن، جرأت درگیری زمینی ندارن. باید صبر بکنیم ببینیم اینها رو وارد این مسئله خواهد کرد یا نه. بریم ادامه اتفاقات رو با هم بررسی بکنیم. یدیود آهارانوت از رسانه‌های رژیم صهیونیستی به این پرداختی که مقاومت لبنان قبل از ایران به ما حمله خواهد کرد. من چندین گزارش امشب به طور خلاصه خدمت شما ارائه خواهم داد. تو بعضی از این گزارش ها میگه اول مقاومت لبنان حمله میکنه، بعضی ها میگه جمعی حمله میکنن، بعضی ها میگه نه اینا میخوان برن ترور بکنن، احتمالا حمله نمیخوان بکنن. شما بررسی بکنید در طول 70 و چند سالی که از عمر رژیم صهیونیستی میگذره چه روزی رو میتونید در ذهن داشته باشی که اینا یه هفته خوراک رسانه‌ای که به خوردشون داده باشیم، روزنامه هاشون در حال انتشار باشن، رسانه هاشون در حال انتشار باشن، این باشه که از کجا قراره به ما حمله بشه، چه شکلی قراره. آقا اصلا هیچ وقت وضعیت اینا این شکلی نبوده، هیچ وقت در شرایطی نبوده که صبح بشینن تا شب صحبت بکنن بگن آقا قرار از کجا به ما بزنن. نه، این همیشه حق خودش میدونه سر جنایتی انجام بده، کسی هم بهش نگه بالشش ابروه. ما با بازی فرسایشی که در این منطقه پهن کردیم حقایقی را داریم تغییر میدیم که مرور زمان طوری چشمها رو نسبت بهش عادی کرده، طوری گوشها رو نسبت بهش عادی کرده که من تا بهش اشاره نکنم شاید خیلی از دوستان متوجه نشند. نمونش همینی که عرض کردم، اینهایی که تا یک بازه زمانی 6 تا ارتش عربی رو میرفتن با خاک یکسان میکردن برمیگشتن، کسی هم جرئت نمیکرد بهشون چیزی بگه، الان دارن درباره این صحبت میکنن چه روزی قرار هست بهشون حمله بشه. بریم ادامه اتفاقات رو با هم بررسی کنیم. گزارشی منتشر شده به نقل از یکی از کارشناسان مهندسی هوافضا و برنده جایزه موسوم به جایزه امنیتی رژیم صهیونیستی که بر این تاکید کرده، گفته سیستم گنبد آهنی بزرگترین فریبکاری است که جهان تا به حال به خودش دیده، و بعد اشاره کرده به اینکه گنبد آهنی نمیتونه به ما کمک بکنه در حملاتی که اینا دارن انجام میدن. شمال فلسطین اشغالی برای پهپادها و موشک‌های مقاومت لبنان تبدیل شده به یک اتوبان. اینا هر عملیات دلشون میخوان انجام میدن. بخشی از پرتابه‌های راکتیشون رو گنبد آهنین داره میزنه. در مهار بقیه پرتابه‌ها کاملا ناموفق بوده. اینها آن چیزهایی هست که تازه اینم خدمت شما بگم الان این در اوج آمادگیه. این الان در اوج آمادگی، چون هر لحظه احتمال میده که ایران بزنه. باز هم نمیتونه داستان رو مدیریت بکنه. وضعیت برای صهیونیست‌ها اکنون این گونه است. بریم ادامه اتفاقات رو با هم دیگه بررسی بکنیم. امروز شاهد انتشار اخباری بودیم از حمله گسترده نیروهای مقاومت لبنان در مرزهای شمالی به سمت پایگاه‌های رژیم صهیونیستی. در یکی از این حملات مقر فرماندهی تیپ 769 رژیم زیر ضربه رفته. آمریکایی‌ها از شهروندان خودشون خواستن از لبنان فاصله بگیرن، از رژیم صهیونیستی فاصله بگیرن. شهردار حیفا دیشب بود، البته شما احتمالاً در کانال دیدین، عرض کردم که درخواست کرده تا 6 روز آب و مواد غذایی کافی کنار بذارن شهرک نشین‌ها. معاریف گزارشی کار کرده گفته نتانیاهو از ترس انحلال دولت خود با حماس توافق نمی‌کند. میگه این اگه بره توافق بکنه این داستان تموم میشه. توافق نمی‌کنه چون بعدش خودش تموم میشه. الان 300 روز به همین سبک در قدرت مونده. چه کسی؟ نتانیاهو که هر هفته علیش تظاهراته. در فلسطین اشغالی هر هفته علیش تظاهرات بوده. میگه به این شکل داره سعی میکنه خودش رو حفظ بکنه. اگر این جنگ تموم بشه او کسی است که با این جنگ به قعر جهنم خواهد رفت. بله، اینها بخشی از واقعیتایی هست که فکر میکنم نیاز به توضیح بیشتر نداره. شبکه 12 رژیم از ساکنین فلسطین اشغالی درخواست کرده تا اطلاع ثانوی در نزدیکی محلهای محافظت شده باشند. لازم خدمت شما عرض بکنم امروز رزمندگان مقاومت حملات گسترده‌ای به مرزهای شمالی داشتن. در یکی از این حملات محل اجتماع نظامیان رژیم زیر ضربه رفته. یکی از روزنامه‌های رژیم گفته برداشت ما این است نوع حمله ایران شلیک صدها موشک و پهباد خواهد بود.
ضربه محکم موشک ضد زره هدایت شده مقاومت لبنان از فیلم ها و تصاویری بوده که امروز کاربرها دست به دست میکردن در شبکه های اجتماعی. کانال 13 رژیم صهیونیستی گزارشی کار کرده، گفته سطح سیاسی و امنیتی اسرائیل آگاه است که مقاومت لبنان قصد حمله به شخصیت های بلندپایه را دارد، بنابراین جلسات در زیر زمین برگزار میشود. عمق رسوایی و خجالت و بیشرفی اینها رو ببینید. یه زمانی مسخره میکردن، میگفتن فلسطینی ها تو غزه تو تونلاشون دارن با ما میشنگن. حقیقت عوض شده، تو الان زیر زمینی، تو الان به شهرک نشینات میگی برن زیر زمین، تو الان مجبور هستی با زیر زمین قرارداد ببندی تا روزی که موشکای مقاومت بیاید و برود. و تا کی میخوای زیر زمین زندگی بکنی؟ این اسمش کشوره؟ این اسمش زندگی هست؟ این اسمش امنیت هست؟ هرگز هیچ کدوم از اینها در کنار کلمه اسرائیل دیده نخواهد شد، چون ما تصمیم گرفتیم حقایق منطقه غرب آسیا تغییر بکنه و خدای ما در این مسئله یاریگر ما خواهد بود. بریم ادامه اتفاقات رو با هم دیگه بررسی بکنیم. امروز گزارشی از یک روزنامه صهیونی توجه ها رو به خودش جلب کرده. این روزنامه به این اشاره کرده که تل آویو بدون حمایت آمریکا شانسی برای بقا در برابر ایران ندارد. رفقای عزیز، یک هفته است دارن لاتبازی در میارن برای ما، بعد رسیدن به اینجا که شهرک نشین ها، حالا ما لاتبازی اونو در میاریم، ولی شما هم برید پناه بگیرید، بعدن اگر مشکلی پیش اومد بتونیم خودمونو حفظ کنیم. الان وقتی دارن خودشون با خودشون دو تا چهار تا میکنن، میگه اگر ایران بخواد با ما بازی بکنه، بخواد ما رو زیر ضربه ببره، آمریکا نباشه، کشورهای غربی نباشن، ما یه لقمه چپ خواهیم شد. واقعیت رزمنده هایی که ما داریم، آن هایی که در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی هستن، بچه هایی که در آغوش گرفتن محاصره کردن فلسطین اشغالی رو، و تسلیحاتی که داریم، غرب یک لحظه چشم از اینها برداره کارشون تمومه. هیچ چیز برای گفتن ندارن، به لحاظ نظامی حرف نداره بزنه. این که جنگنده بلند بکنه، این که بره آنجایی که سامانه پدافندی نیست رو بزنه، آنجایی که بی‌دفاع نشسته رو بزنه، اینا هنر نیست. رژیم در وحشتناکترین شرایط خودش قرار گرفته. آمریکایی ها و غربی ها دارن تلاش میکنن جمعش بکنن. به یاری حضرت الله این مسئله خیلی طول نخواهد کشید و ماجرا در منطقه غرب آسیا تغییر خواهد کرد. لازم هست خدمت شما عرض بکنم امروز نیروی دریایی سپاه پاسداران جدیدترین تصاویر از رهگیری شناورهای ارتشای بیگانه و فرامنطقه‌ای را منتشر کرده. در فیلم‌های منتشر شده ناو بالگردبر اسپانیایی و یک ناو آمریکایی دیده میشه که اینها مورد رصد نیروهای ایرانی بودن. پهپادها روی سر اینها بوده که نمونه از تصاویرش رو دارید روی صحبت من مشاهده می‌کنید. لازم تاکید بکنم امروز 14 آیین الحاق تجهیزات نیروی دریایی سپاه پاسدارانم اتفاق افتاده. 2640 سامانه موشکی پهپادی و دیگر ادوات به سازمان رزم نیروهای دریایی سپاه الحاق شده. حدود 256ش رو تلویزیون نشون داد، رسانه‌ها نشون دادن، هموناش هم همه رو توضیح نداد. بخشش جدیده، بخشی از موشکای کروزی که به نمایش در آوردن هیچ توضیحی دربارش نداد. و اینم بگم سامانه های دیگری امروز الحاق شد که درباره اینها اصلا تصویری ازشون پخش کردن. فعلا هم بنا نداره ایران درباره اینها حرف بزنه، بعدن در میدان خودش را اینها نشان خواهد. بریم ادامه اتفاقات رو با همدیگه بررسی بکنیم. اسپانیا تا 5 دیگه تمامی پروازهای خودش به مقصد تل آویو رو لغو کرده. روسیه از امشب تا 7 دیگه همه پروازهای خودش به تل آویو رو لغو کرده. لازم هست خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم گاردین، روزنامه انگلیسی گاردین، ادعا کرده که ایران ممکن است به جای حمله به تل آویو افرادی را هدف قرار بده. نزدیک 9 از این ماجراها گذشته، همه میگن ایران امشب حمله میکنه، امشب حمله نمیکنه. خودم هر موقع تشخیص بدم به هر شکلی که دوست داشته باشم پاسخ میدم و یه پاسخ میدم که عبرت بشه. آقا قراره شخصیت بزنه، قراره حمله موشکی بکنه، من اشراف ندارم، من در مرکز فرماندهی ایران نشستم که بخوام اشراف داشته باشم. و تنها حرفی که به شما میتونم بزنم اینه، ایران اراده کرده گیج کننده ترین رفتار رو انجام بده. 1000 اظهار نظر تو این 9 کردن، بعدم نشستن ببینن تصمیم ایران چه خواهد بود. ذلت، حقارت و بدبختی از این بالاتر نمیتونست برای صهیونیست‌ها اتفاق بیفته. ایران و مقاومت یک مسئله رو به صهیونیست‌ها توضیح خواهد داد. هر کاری مقاماتتون دوست دارن انجام بدن، هزینه‌ش شهرک نشین باید بده. شهرک نشینی که اگر فهمید باید به آسمان نگاه بکنه، این باید در ذهن شک بگیره که مقاماتم غلطی کردن که باید به آسمان فکر بکنم، مقاماتم غلطی کردن که باید به پناهگاه برم. ما میخوایم این رو جا بندازیم. این انگاره باید در ذهن
شهرک نشین ها ریشه بدواند، که اگر شهرک نشین ها مقاماتی که دارن هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی غلطی انجام بده، این شماها هستین که باید برید توی پناهگاه، این شماها هستین که باید نگاهتون به آسمان ها باشه. تا چه زمانی؟ تا زمانی که ما تشخیص بدهیم به چه شکلی به غلطی که مقامات شما انجام دادن پاسخ بدیم. به یاری خدا این به خوبی به هوشمندانه ترین شکل ممکن از سوی نیروهای مقاومت در حال رخ دادن است. من لازم خدمت شما عرض بکنم که امروز یمنی ها حملاتی را علیه کشتی های در دریای سرخ داشتن، یک عملیات پهبادی علیه رزمندگان مقاومت از سوی رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده، فیلمی منتشر شده از تظاهرات میلیون ها نفر یمنی که فریاد میزنن که انتقام باید گرفته بشه، تظاهراتی هم برگزار کردن، در بخشی از این تظاهرات گفتن ما به دشمن اسرائیلی میگوییم زوال شما یک وعده الهی است که در کتاب خدا تضمین شده و حمایت آمریکا و غرب کافر و سازشکاران شما را از این سرنوشت نجات نخواهد داد. همچنین دشمن باید بداند که پاسخ ناگزیر خواهد بود و تلخی انتظار مجازات در شبها و روزهای آینده را باید بچشند. بسیار زیبا بود. بله، این که صبر کردن تا ببینن چی اتفاق میفته، این تلخی انتظار از همه چیز مهمتره. وقتی قرار هست چهار پایه از زیر پای یک اعدامی کشیده بشود، این که نگاه میکنه ببینه چه زمانی مجازات انجام خواهد شد، بخشی از مجازاته، بخشی از حقیقت هست که داره به خاطر اشتباهی که قبلا انجام داده رخ میده. من دیدم کانال 12 رژیم اظهار نظری درش منتشر شده، گفته ایران داره یک جنگ روانی علیه ما را میندازه. جنگ روانی نیست. شهرک نشین ها باید بفهمن که چه آرامشی رو شماها دارید ازشون میگیرید. این آن چیزی هست که ایران و مقاومت اراده کرده به صهیونیست‌ها بفهماند. دوستان عزیز، لازم خدمت شما عرض بکنم امروز شاهکارهای اصلی نیروهای مقاومت در غزه اتفاق افتاده. چندین تانک و خودروی زرهی رژیم مورد هدف قرار گرفتن. 9 نفر از نیروهای رژیم صهیونیستی آنگونه که رزمندگان قسام میگویند در غزه امروز مورد هدف قرار گرفتن. کلی خبر دیگر هم هست که خیلی هاش رو فرصت نکردم و فرصت نمیشه خدمت شما ارائه بدم. فقط همین رو عرض بکنم، در نقاط مختلف دنیا امروز شاهد تظاهراتی علیه رژیم صهیونیستی بودیم. دعا برای رزمندگان مقاومت فراموش نشه، جوشن صغیر فراموش نشه، صدقه کنار بذارید برای این قهرمان ها از همه چیز مهمتر هست. و برای عزیزانی که به زودی به پرواز در خواهند آمد، ماموریت بسیار مهم می خواهند داشت، دعا بکنید که به یاری حضرت الله بتوانند آن چیزی که در ذهن دارند را و آن چیزی که بر عهدهشون گذاشته شده به بهترین شکل ممکن انجام بدهند. من طولانی ترش نمی کنم، اگر نکته چیزی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.